سلام و درود و احترام خدمت یکایک که بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری در روز پنج شنبه دوم شهریور برابر با 24 ماه آگوست در خدمت شما هستیم. خب طبق روال برنامه های پیشین قصد داشتیم به مناسبت ماه محرم و البته خب سفر و اربعین نگاهی به زندگانی حسین ابن علی هم داشته باشیم. امروز هم سعی خواهیم کرد در مورد یک بخشی از زندگی حسین که برای ما هم بعضا جالب میتونه باشه نگاهی داشته باشیم. یکی در مورد همسران اوست، علل خصوص دو همسر او که مناقشه برانگیز هم بودند و در این سالها نویسندگان متعددی سعی کردند به جنبه هایی از این دو شخصیت بپردازند. یکی داستانی است در مورد یک شخصیت به نام عرینب و دیگری شهربانو به عنوان دختر پادشاه ایران یعنی یزدگرد ساسانی. خب میان آرا و اقوال اندیشمندان اختلافات متعدد زیادی بوده است. هر کسی هم سعی کرده مناسبت‌های چه عقیدتی میان آنچه که میان یزید و حسین بوده رو در این قالب بگنجانه و افراد دیگر هم به بعد ملی نگاه کردند و سعی کردند حسین ابن علی رو به عنوان داماد ایرانیان معرفی بکنند و خب فرزند او یعنی علی ابن الحسین رو هم دیگه از خودمون بدانند به نحوی. و در میان فرق اسلامی هم از این نوع رفتارها همیشه بوده، لذا امروز به این مسئله هم خواهیم پرداخت اگر البته فرصت مهیا باشه و یاری بکنه در این یک ساعت پیش رو. نکته‌ای که اهمیت داره برای ما این است که ما از زاویه تحلیل و همان بحثی که مطرح کردیم یعنی استدلال و منطق به قضایا نگاه خواهیم کرد. خب همیشه هم نیازمند این هستیم که پلی بزنیم میان گذشته و امروز و درسی باشد از این پل برای آینده. برای این کار نیازمند علم منطق هم هستیم و به بخش‌هایی از علم منطق نیاز داریم که بتواند به ما کمک بکنه و در لابلای بحث‌های خودمون هم سعی خواهیم کرد بحث‌های منطقی رو بگنجانیم. خب منطق علم بررسی استدلال هاست و قوانین استنتاج رو برای اینکه ذهن ما و تفکر ما به خطا نرود در اختیار ما قرار میده که بتوانیم تشخیص بدیم استدلال درست رو از استدلال نادرست، به خصوص امروز که این فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی وجود داره که سعی کرده افراد مختلف با آرای متفاوت رو در برابر هم قرار بده. بسیار مهمه که آرا و عقاید و باورها در قالب استدلالها مورد سنجش قرار بگیره، از قواعد استنتاجها بهره ببریم و بدانیم چه کسی در جهت تبیین و صدق گزاره از استدلالهای درست استفاده میکنه و چه شخصی بر خطاست و بتوانیم اینها رو نشان بدیم. بنابراین بحث منطق یکی از بحث‌های پایه‌ای در برنامه‌های ما خواهد بود و به مرور زمان هم سعی خواهیم کرد بعضی از این قواعد منطقی یا به خصوص بخش کاربردی منطق مثل مغالطات رو با هم به بحث بنشینیم، گفتگو بکنیم که بتواند برای تنویر افکارمون و تبیین مطالب به کار بیاد. خب ما می‌دانیم یکی از مهمترین بخش‌های منطق که از گذشته هم مطمح نظر بسیاری از افراد بوده مثل ارسطو و بعد هم در میان ایرانیان از فارابی و ابن سینا گرفته بحث مغالطات. مغالطات در واقع یک قیاس است، قیاسی که خب یک مقدمه ای داره، یک نتیجه ای داره، اما به ظاهر معتبر که شخص سعی میکنه برای دفاع از ادعای خودش که نادرسته او رو درست نشان بده و بالعکس ادعایی که درسته رو غلط نشان بده. اون بخشش مربوط به خودشه، یعنی سعی میکنه از یک قیاسی بهره برداری بکنه که خطای باور خودش رو، استدلال خطای خودش رو موجه نشان بده و بالعکس سعی میکنه شما رو که دارید استدلال میکنید بر خطا بیاندازه و بگه نه، استدلال یعنی ارائه دلیل، اقامه
شواهد و اسناد شما درست است. و لذا دانستن این مسئله اهمیت داره در بحث‌های رو در رو با افراد، به خصوص مسائلی که اهمیت کلان دارند در ابعاد دینی و سیاسی، چون این دو بُعد به نوعی به زندگی انسان‌ها به خصوص در جامعه‌ای مثل ایران ما مربوطه. وقتی شما در برابر یک آخوند یا روحانی قرار می‌گیرید، خب ببینید اون بر روی منبر نشسته یا در کتاب‌های خودش یا در برنامه‌های تلویزیونی سعی میکنه برای گزاره های دینی دلیل اقامه کنه، علت اقامه کنه. از دیرباز هم این علل نگاری ها وجود داشته، یعنی در میان فرق اسلامی شما میبینید بزرگانی بودند که سعی کردند احکام دین رو برای باورمندان موجه بکنن. به همین دلیله که افرادی علل نگاری کردن. شما در جامعه ایرانی امروز علل و شرایع مثلا شیخ صدوق رو میتونید ببینید در دو جلد تدوین شده و برای شما علل نگاری کرده. چرا باید از مردان اطاعت کرد؟ چرا باید نسبت به کفار چنان کرد؟ چرا گوشت خوک حرام است؟ چرا گوشت حیوانات دیگر خوب است؟ چرا نوح چنین کرده؟ همه رو علل نگاری کرد. یعنی از منظر خودش خواسته نشان بده احکام دینی داره علتن و موجهن، یعنی استدلال ورزیده از منظر خودش. وقتی شما به سلاح دیگر اندیشه های شیخ صدوق نمیتواند برای شما نشان بدهد که گزاره های دینی گزاره های موجهن. به راحتی با خواندن اون صفحات و مجلدات کتاب تو متوجه بشید که خیلی از این گزاره هایی که این افراد سعی کردن موجه نشان بدن اساسا داره خطای استدلالی هست. ما در گذشته اینها رو کار نمی کردیم. علم منطق، بررسی مقالطات در درون جامعه ما همگیر نبود، فراگیر نبود. نزد دانشگاهیان، کسانی که اهل فلسفه بودن، اهل منطق بودن، این مسائل وجود داشت. اما نیاز هست که جامعه ما به سلاح منطق مسلح بشه. برای اینکه دیگر یک آیت الله العظما فلانی نیاید یک گزاره دینی رو به راحتی با قیاس نادرست، با مقدمات ناصحیح، با نتایجی که مقدمات اون رو حمایت نمیکنه به خورد مردم بده و مردم هم احساس کنن که با چه فیلسوفی طرف، با چه اندیشمند بزرگی طرف. و این مقالطات رو شما در جای جای کتب دینی و ادعای بزرگان دین می توانید ببینید. همین مسئله در مورد سیاست هم وجود داره، یعنی سیاست مداران هم سعی می کنن وعده های خودشون رو، خطاهای خودشون رو، دیدگاه های خاص حزبی یا گروهی و جناحی خودشون رو در قالب الفاظ و نوعی ادعا به مردم نشان بدن که بسیاری از اونها مغالطه برانگیز. و این دو چون به زندگی ما مربوطه، با امور زندگی ما مربوطه، خب طبیعیه از سوی جامعه باید مورد رصد قرار بگیره. و اگر جامعه و مردمش این توان رو نداشته باشن که این گزاره ها رو راستی آزمایی بکنن، خب بر خطا خواهند رفت. هر کسی یک وعده ای میده، وقتی هم که بر خطا رفت میگه خب نشد، علتش این بوده است. بنابراین بسیار اهمیت داره که ما در باب مسائل منطقی گفتگو بکنیم، هر از چند گاهی سعی کنیم اینها رو تبیین کنیم، تشریح کنیم، تا عزیزان بتوانند در مورد گزاره‌ها به یک افق دید بسیار وسیع‌تری برسند. جامعه با متفکران خودش پیش خواهد رفت و مردمی که اهل تفکرند میتوانند در یک بستری که بتوانند ادعاها رو راستی آزمایی بکنند زندگی خودشون رو به سلامت نگه دارند. هرچند کار استفاده از منطق و مغالطات نیاز به تمرین و ممارست بسیار زیادی داره. حتی خیلی از کسانی که عالمان علم منطق هم هستن گاهی در استدلال خودشون دچار خطا میشن، طبیعی است. اما این ابزار به ما کمک میکنه که از اون شدت و ضعف و از اون افراط و تفریط جلوگیری بکنیم. یا اینکه خودمون میخوایم استدلال بکنیم هم سعی کنیم لحاظ کنیم که دیگری به نوعی مچ ما رو، مشت ما رو باز نکنه، و از آن طرف هم
دیگری اگر در برابر ما قرار گرفته و با ارتکاب مغالطات و خطاهای منطقی سعی میکنه یک باور یا یک ادعای ناموجه رو برای ما موجه نشان بده، جلوی او بیستیم. به مرور زمان به این مسائل خواهیم پرداخت، حالا به مناسبت طرحها و موضوعاتی که هست. امروز هم البته یک مغالطه‌ای رو معرفی خواهیم کرد، با هم نگاهی خواهیم داشت به یک جدال میان دو عالم بزرگ جهان اسلام، یکی ابن تیمیه حرانی و دیگری علامه حلی، که این دو وقتی در برابر هم، البته نه به شکل مستقیم، در قالب کتاب قرار گرفتن، بخشهایی از تاریخ اسلام رو برای ما روشن میکنن که خیلی جالبه. ما یک مغالطه ای وجود داره که امروز هم با توجه به اینکه پرسشی مطرح شده در این روزها، و آن اینکه جامعه امروز ما از دین گذر کرده. ما برنامه پیشین به این مسئله پرداختیم که چرا مردم ایران امروزه نیازمند نقد دین هستند برای گذار از یک حکومت ایدئولوژی. خب خیلی ها مطرح میکنن که بله، مردم ما از دین گذر کردن دیگه، نیاز نیست حالا اونقدرها هم با شدت و حدت به مسئله نقد دین پرداخت. و این خطاست، به دلیل اینکه شما در هر زمانی باید به نقد هر باوری بپردازید. باورهای دینی هم خودشونو بازتولید میکنن و دوباره در پرتو اون باز تولید قدرت میگیرن، و نباید فکر کنیم با تغییر حکومت دینی کار تمام است و میتوان به راحتی با خیال راحت زندگی کرد. شما برجسته شدن دوباره طالبان در افغانستان رو بعد از 20 سال اگر نگاه بکنید میبینید نبود اون ارگانهای فکری، اون اندیشمندان بزرگ، جامعه رو به سمتی میبره که بعد از مدتی دوباره اون اندیشه های دینی در قالب طالبان و گروه های دیگه بازتولید میکنن و میتوانن حکومت رو به دست بگیرن. قبل از به قدرت رسیدن طالبان آمارهایی وجود داشت که نشان میداد مردم افغانستان تمایل دارن که قوانین شرعی بر اونها حاکم باشه، و این مسئله بسیار مهم نیست، یک زنگ خطری است. اگر جامعه نتونه در راستای سکولاریسم، در راستای حقوق بشر و عقلانیت اجتماعی، عقلانیتی که امری است در اجتماع شکل میگیره، عقل یک مسئله فردی است اما عقلانیت در تضارب آرا و افکار در سطح جامعه شکل میگیره. وقتی اینها رو فاقد باشیم، بلافاصله متولیان دین سعی میکنن با باز تولید همان اندیشه هایی که در یک جبهه شکست خورده در جبهه دیگری به پیروزی برسن و دوباره کسب قدرت بکنن. سال 57 هم همین شد. بخشی از روحانیت که طالب گرفتن حکومت بود توانست در قالب ارزش‌ها و اصول دینی و مذهب شیعه قدرت بگیره. از نزاع حکومت گذشته با شوروی کمونیستی و بحث چپ‌ها، توده‌ای‌ها و دیگران هم استفاده کرد. یک کمربند حفاظتی برای خودش ساخت. وارد مدارس شد، وارد دانشگاه‌ها شد، در حسینی‌ها، در منبرها دوباره باز تولید اون اندیشه‌های دینی رو کرد، و وقتی تبدیل شد به یک هژمون دیگران به دنبال او دویدند. و امروز باید یادمان باشد که نقد هر اندیشه و تفکری رو، به خصوص اونهایی که اسباب ادبار و بدبختی مردمن، اندیشه‌های واپسگرا، باید در برابر اونها ایستاد، همیشه به نقد نشست، به خصوص وقتی در تار و پود سنت‌ها و نهادهای ما تنیده شدن، اینا به راحتی حذف نمیشن. حتی الامکان باید اونها رو کم اثر کرد. در جاهایی که اینها خطر ایجاد میکنن اونها رو به عقب. بنابراین بسیار مهمه که نقد دین امروز هم برای انقلاب ایران نیازه، با ارزش‌های زن، زندگی و آزادی، که دین مانع هر سه این هاست، و هم برای فردای ایران، برای حفظ از دموکراسی، حفاظت از دموکراسی، حفاظت از حقوق بشر. ما به نقد دین هر باور دیگری نیاز داریم. امروز وقتی صحبت از این می شود که مردم ایران از دین گذر کردند به دلیل اینکه خب یک نظامی مثل جمهوری اسلامی آمده 40 و اندی سال، این همه دچار مشکلات کرده جامعه ما رو، سرزمین ما رو، وضعیت اقتصادی به آن نحو، وضعیت اجتماعی به نحو دیگر، مشکلات محیط زیستی،
جنایات، مفاسد، فجایع، اینها همه سبب شده که مردم از دین زده بشوند. این یک خطای معرفتی است. ما یک مغالطه ای داریم به نام مغالطه علت جعلی. مغالطه علت جعلی یعنی اینکه شما برای یک پدیده ای علتی رو ذکر میکنی که این علت یا اون علت نیست یا یگان علت اون نیست یا مهمترین علت نیست. یعنی فرض کنید کسی به شخصی میگه خب چرا وضع اقتصادیت بده؟ میگه چون نماز شب نخوندم. خب نماز شب نخوندن دلیل بر این نیست که اقتصادت بد باشه، هیچ علتی نداره. خیلی ها نماز شب نمیخونن اما اقتصادشون خوبه، ربطی هم به نماز شب نداره. پس این علت جعلی است. دیدید روحانیت میگه چرا باران نمی آید؟ میگه چون زنا بی حجابن. امام جماعت های شهرهای ما این استدلالشون این بوده در گذشته، همین اخیرا هم دیدیم اینا رو شنیدیم. چرا وضع اقتصادی ما بد است؟ به خاطر اینکه زنان بی حجابن. این علت جعلی است. بسیاری از کشورها زنها بی حجابن اما سرسبز مملکتشون، باران میاد، هیچ مشکلی هم ندارن. هیچ ربطی هم نداره آمدن باران با مسئله حجاب و موی سر زنان به هیچ. این علت اساسا علت نیست، علت جعلی است. گاهی برای پدیده ای شما یک علتی رو ذکر میکنید که تنها علت نیست. مثلا میگی چرا اقتصادت بده؟ میگه خب چون من درس نخوندم. بله درست، درس نخوندن میتواند یکی از علل عدم توفیق در امر اقتصادی باشه. شما نیاز هست در یک زمینه شغلی به دست بیارید، در جامعه پیشرفت کنید، اما تمام علت نیست. خیلی ها مثلا درس نخوندن اما صاحب فنی هستن، در زمینه دیگری صاحب تخصصن. اینکه دانشگاه نرفتم و درس نخوندم الزاما به این معنی نیست. پس یگانه علت نیست، میتواند یکی از علت، اما وقتی شما اون علت رو ذکر میکنید میشه علت جعلی. و گاهی هم این علت مهمترین علت نیست، علت خفیفی است. مثلا میگه چرا در ایران انقلاب شد؟ میگن خب خارجی ها نخواستن آقای فلانی بمانه، اومدن اینو بردن. نه، این علت علت اصلی نیست، علت اصلی چیز دیگری است. هرچند دولت های خارجی هم میتوانن نقش داشته باشن، اما اونا زمانی نقش دارن که احساس کنن آقای الف که حاکمه دیگه مردم نمیخوانش، دیگه رفتنی است. بنابراین بهتره که ما پیشگام بشیم، از انقلابیون حمایت. از روز اول نمیخوان که این شخص که حالا همپیمانشون هم هست بره. وقتی از طریق سفارت خونه هاشون رصد میکنن فضا رو، میبینن که بله. بنابراین این که ما تحلیلگرانی داریم که اینقدر ساده مسائل رو نگاه میکنن، اون هم در مورد پدیده های اجتماعی که چند وجهی هن. در مورد پدیده های طبیعی ممکنه که یک علت علت تمام و کمال باشه، اما در مورد پدیده های انسانی و به خصوص اجتماعی به هیچ عنوان ما یک علت علت تامه نیست، علت اصلی نیست، باید بررسی بشه. میتونه علت اصلی هم باشه، باید بررسی بشه. بنابراین کسانی که مثلا در مورد انقلاب ایران میآیند و میگویند بله نمیدانید انگلیسی ها آوردن، انگلیسی ها هم بردن، خب این یعنی تحلیل هایی که بعضا بسیار خنک ساده است و ذهن استدلالی رو بر نمیتابه. میگه نه، علل دیگری هم وجود داره که بسیار هم میتونه مهم باشه. بنابراین اینکه دین امروز در جامعه ایران افول کرده فقط صرفا به این مسئله معطوف نیست که یک حکومتی بوده دست به جنایت زده. خب ما داریم حکومت‌های اسلامی که دست به جنایت زدن. شما در انتهای دوران صفوی به دلیل غالب بودن نگاه فقها مثل محمد باقر مجلسی، که حالا اون دیدگاه‌های خاص خودش رو هم داشت که اگر نیاز باشه در برنامه‌ای به شکل مجزاب اون خواهیم پرداخت، بسیاری از گروه‌های دیگر از این جنایت‌های نگاه مذهب شیعه خسته شدن. نمونه افغان‌هایی بودن که پایتخت رو تصرف کردن، گروه‌هایی در مناطق ارمنستان و جاهای دیگه بودن،
در درون خود جامعه ایران، نظامیان، ارتشیان، تقریبا همون کارهایی که الان جمهوری اسلامی میکنه، حالا با نوع مختلفی، در همون زمان هم رایج بود. به همین دلیله که عده‌ای تحت فرماندهی محمود و اشرف افغان میان و اصفهان رو فتح میکنن، نه ارتش حمایتی میکنه، نه ایلات به کمک پایتخت میرن، نه مردم اساسا علاقه ای دارن، خود عمرا و نخبگان هم در یک تشتت به سر میبرن. ها مردم بعد از رفتن صفویه بیدین نشدن، به دلیل اینکه برای بیدین شدن خیلی مؤلفه ها نیازه. در جهان غرب هم با حکومت کلیسا مردم بیدین نشدن، بلکه عوامل دیگری هم وجود داشته. امروز به بعد از این عوامل اشاره میکنیم که حداقل یک تذکر و تنبه و توجهی باشد برای این عزیزان کارشناس که فکر میکنن که خب الان دیگه نقد دین نیاز نیست، بلکه مردم ما از دین گذر کردن، دیگه تمام شد همه چیز. نه، اصلا این گونه نیست. حتی امروز هم در جهان غرب میبینید این فضا وجود داره. یک لحظه اگر نخبگان و اندیشمندان عقب بکشن، دوباره دستگاه کلیسا قدرت رو احیا خواهد کرد. همین امروز موج اسلامگرایی رو در اروپا نگاه بکنید، در جهان غرب نگاه بکنید، به سبب این مهاجرت ها اسلامگرایان وارد مجلس میشن، آرام آرام سعی دارن اون قوانین شرعی و فقاهتی خودشون رو ایجاد بکنن و دیر نیست زمانی که همین ها آرام آرام متعه رو در کانادا ایجاد بکنن، چند همسری رو ایجاد بکنن، وقتی قدرت بگیرن نمایندگان زیادی هم داشته باشن و با یک جماعتی ساده لو هم رو به رو باشن، خب به راحتی در پرتو اون احکام دینی میتونن برای خودشون حق قائل بشن. اما صدای پای این اسلامگرایان رو در جهان غرب داره میشنوه. اگر جامعه حفاظت نکنه میتونه دوباره در یک دام دیگری بیفته. اما چرا دین افول کرده؟ من سعی میکنم برخی شاخص ها رو عرض کنم تا بتواند افق دید ما رو باز بکنه نسبت به این که حتی همین داستان های حسین و علی و پیامبر اسلام و قرآن و همین ها در درون این میگه کاملا میگنجه، چه قابل بررسی باشه، مثال هاش وجود داره. اولین مشکلی که دین امروز نتوانسته در برابرش مقاومت بکنه، قواعد منطقی است، قواعد استدلالی است. یعنی همین مقدماتی که نتیجه رو حمایت نمی‌کنه و جنبه مغالطاتی داره. عرض کردم یکی دو نمونهش رو. چرا جامعه فقیره؟ چون زنان میان در مشارکت. چرا جامعه فلانه؟ چون ما نسبت به مناسک شرعی غفلت کردیم. شما میگید خب این در کشورهای دیگر چرا اینطوری نیست؟ پس زنان مشارکت میکنن، بی حجابن، با لباس راحت، اما جامعه آباد دارن، آزاد دارن. چرا در جامعه ما فساد هست؟ چون نماز نمیخوانی. نماز بخوانی ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز بخونید حل میشه، فحشا و منکرات میره کنار. اما میبینید اما بزرگترین شده همون نماز خونان. آقای توسی نامی قاری قرآنه اما تجاوزم میکنه به خردسالان و بچه. این آقا که نماز میخوانده، قرآن میخوانده، چرا اثر نکرده در اون؟ روزی خمینی همین اشاره میکرد، اوقاف رو به ما بدید، یک دونه فقیر تو ایران پیدا نخواهید. در زمان رژیم گذشته روح الله خمینی میامد از این ادعاها میکرد، کسی هم نبود جوابش رو بده. خب تشریف بیارید ببینیم آیا با اوقاف شما میتونید مملکت رو ثروتمند بکنید، به ما بگید این درآمد اوقاف چطور خرجش میکنید، چطور به این جنبه مغالطاتی رو اینجوری میشه مشخص کرد، با چه ابزاری مردم رو از فرق. خب الان که شما همه مملکت رو دارید، اوقاف که دارید، آستان قصر که دست شماست، نفت که دست شماست، گاز و صنایع و منابع همه دست شماست، این همه گورها پس برای چی داریم ما تو ایران؟ پس عوامل دیگری وجود داره. ادعای شما که با این میتوان به آن نتیجه رسید نشدنیست و مردم اینو دیدن و بزرگوارانی سعی کردن اینها رو برای مردم روشن کنن که آقا این ادعایی که در قرآن آمده، این ادعایی که توسط
امامان در روایت ها داده شده، توسط متولیان دین گفته شده خطاست. خب این ذهن خیلی از افراد رو باز کرد. موضوع دوم مسائل تحلیلی است. یعنی وقتی میگویند الفاظی در کتاب خدا وجود دارد، خداوند رحمان و رحیمه، یک نفر نگاه میکنه میبینه خب چرا از رحمتش به من چیزی نرسیده، همش رحمتش رسیده به افراد دیگری، چرا خدا صدای ما رو، دعای ما رو، خیلی از امور رو نمیشنوه؟ پس این مهربانیش کجاست؟ این منجی بودنش کجاست؟ این غیور بودنش کجاست؟ چرا کودک من باید ناقص الخلقه به دنیا بیاد اما یه کودک دیگری امکانات دیگری داشته باشه؟ از رحمت خدا چه به ما رسیده؟ با جهان اسلام خوی خدایی داره، الله، معتقده که بزرگترین خداست، الله اکبر، خدا بزرگ. چرا پس این جوامع اسلامی در این ادبار زندگی میکنه، در این بدبختی زندگی میکنه؟ ذهن مردم نسبت به مفاهیمی مثل خیر، شر، امور نیکو، حسن و قبح بسیاری از رفتارها با همین الفاظ مشخص شده و مردم فهمیدن اینا همه الفاظی است که دیگران به کار بردن. خدایی دارم که در این تنگناها به کار اونا نمی، این ادعاها رو نمیشه باور کرد. مسئله خیر و شر یکی از مسائل مهم فلسفی بوده که پایه های دین رو لرزانده، در اروپا هم رخ داده، در زلزله لیسبون و جاهای دیگه، که مردم اندیشیدن در روز یک شنبه این همه مردم در کلیسا بودن، مشغول عبادت همان خدا بودن، ناگهان زلزله آمد در لیسبون، بخش عظیمی از شهر کشته شدن و مسئله شر تبدیل شد به یک اندیشه که ببینیم این خدا چیکار داره میکنه با ما. همیشه نمیشه مردم رو به سکوت دعوت کرد که بله حالا اشکالی نداره، اگر تو این دنیا زجر کشیدی در دنیای دیگری خدا به تو میدهد. طرف میگه آقا دنیای دیگر رو بذارم کنار، این دنیا به من بدی، من اگر فقیرم، اگر اوضاع من به این نحو شده، خداوند خواسته که مثلا من زن باشم تحت قیمومیت و زعامت یک مرد باشم، تن بدم به خواسته ها، خب تمام استعدادهای من از بین رفته. حالا شما اون دنیا میخواد چی به من بدی؟ این وعده دادن ها دیگه برای من فایده ای نداره، من میخوام زندگی کنم. و شما میبینید نه، نمیشه. در قالب این الفاظ دیگه صدق و کذب ادعای خدا مشخصه. متولیان دینم هر چقدر سعی کنن به مردم یاد بدن سکوت کنید، صبر کنید، اونها دیگه متوجه میشن نه، نیست. اگر ثروت بد است، خب چرا این آخونده داره؟ از من میخواد که چشمم رو ببندم بر روی ثروت این جهانی، به دنیای دیگر فکر کنم، اما خودش این دنیا انواع اقسام ثروت ها رو داره و متنعمه، ازش بهره میبره. طبیعی است که مردم اینها رو متوجه میشن که اون وعده های قرآنی، وعده های دینی قابل تحقق نیست. دیگری مسائل ریاضیاتی است. در مورد میراث، ارث، یعنی شما آیات سوره نساء رو بخوانی میبینید، آیات 11 تا 14 سوره نساء رو بخوانید میبینید خداوند حتی در درست نمودن یک کسر ساده اشتباه کرده. در تعیین میراث، در تعیین دیه، خود من یادم در کلاس درس که فقه دروس حقوقی ما متون فقه بود، از همین قواعد استنتاج می شد که دیه انگشت سه انگشت زن از دیه چهار انگشت او بیشتره. خب چطور هم چیزی ممکنه؟ چون طبق قاعده اینها دیه زن تا یک سوم مساوی مرده، بیش از یک سوم که بشه دیه میشه نصف. ما ده انگشت داریم، کلیت این ده انگشت صد شطور دیشه، یعنی هر انگشت ده شطور. وقتی سه انگشت شما رو کسی قطع کنه 30 شطور دیه میده، اما وقتی چهار تاشو قطع کنه چون از یک سوم بیشتر میشه دیه میشه نصف، یعنی میشه 20 شطور. یعنی به تمسخر گرفتن علم ریاضی. شما فکر کنید همین اون زمان ما رو به فکر واداشت، اصلا ما که سهله. این روایت زمانی که در کتب متون فقهی هست
سوال شد از امامان شیعه که آقا این حکم شیطانی است، حکم الهی نمیتونه باشه، مگه میشه سه تا انگشت زن رو قطع کنی 30 شتر بدی، 4 تاشو قطع کردی به جای اینکه 40 شتر بدی 20 شتر بدی؟ بعد امام شیعه در جواب میگه که قیاس نکنی. خب این که پاسخ قانع کننده نیست، شما نمیتونی با ریاضیات شوخی بکنی. مشخصه که اون شارع یه عقلانیت ریاضیاتی نداره، دو دو تاش 4 تا نمیشه، یه جایی متفاوته. خب مردم نمیپذیرن این مسائل رو، چطور میتونیم بپذیریم؟ حتی امروزه اینکه یک زن دیش نیمی از دیه مرد باشه چه توجیهی داره؟ دیگر مسئله تقابل با علوم روزه، مثل فیزیک، مثل علم. اساسا امروز برید نگاه بکنید معجزات مثلا در قرآن آمده، خب این با کدوم بخش از علم فیزیک ما میتونیم رو تطبیق بدیم؟ جهانی که امروز ما شناختیم با آنچه که در قرآن و مسائل دیگر آمده به هیچ عنوان منطبق نیست. اینکه جهان در 6 روز خلق شد، حالا آخونده سعی میکنه اینا رو توجیه بکنن که آقا 6 روز منظور 6 دوره هست و از این داستانه، ولی هر کجاشون که میگیرن نمیشه. چون با علم فیزیک تطبیق نمیکنه، با زیست شناسی تطبیق نمیکنه. ما آدم رو خلق کردیم، بعد از دنده چپ او زن رو خلق کردیم، بعد زن عقلش اینگونه است، جسمش اینگونه است. امروز نگاه میکنید در مورد جانوران، طبیعت، انسان، اساسا اون اندیشه های دینی که زیر سوال رفته، از زمان داروین بگیرید تا به امروز. تبیین و تشریع و استدلال، همون منطقی که ما عرض کردیم، با توجه به این علوم پایه های دین رو لرزانده. این ربطی به حکومت جمهوری اسلامی نداره، بلکه کلیسا یا نهاد و متولیان دین دیگه نتونستن به اینا پاسخ بدن. از قبل همین تفاوت ها بوده که برای خودشون داستان ها ساختن، اسباب کسب و کار ساختن. اینکه امامزاده شفا میده با کدوم علم؟ علم پزشکی مسئله خیلی مهمی است. نه، شما علم پزشکی رو بذار کنار، بیاید ما یه دعایی مینویسیم، اینو بخوانید سلامت میشه. شما دیدید بعضی از این مفسرین قرآن در انتهای قرآن، یعنی اون سوره های قرآن، مینویسن که این سوره اگر مثلا 4 بار خوانده بشه طرف داره فرزند مثلا نیکو میشه. این سوره یا این دعا رو شما بخوانید اقتصادتون خیلی خوب میشه. برای هر چیزی هم یه دعایی دارن، از زخم معده گرفته، موی سر کچلی، موی سر گرفته، نابینایی گرفته، هر چیزی دعا دارن. حالا ما در بحث‌های آینده در مورد حسین ابن علی و بحث عزاداری به این بحث تربت حسین هم خواهیم رسید، جایی که همین فقها روایت‌هایی رو از امامان شیعه میآورن که این خوردن خاک تربت کربلا، حالا چه مهرش بکنی چه بریزی در غذا بخوری، شفا میده شما رو. این تربت کربلا شفا میده، خاک مقبره حسین و نمیدونم فلان و بین الحرمین و اینها شفا میده. یه روز یکی از همین کارشناسان جمهوری اسلامی آمده بود در مورد مسائل اربعین صحبت میکرد، میگم اینهایی که پیاده میرند و میآیند و اینها، خب این جورابشون عرق میکنه و اینها، از نمک عرق جوراب اینها در غذاها استفاده میکنن شفا میده و این داست. شما حماقت رو نگاه بکنید، این برای توده ها کاربرد داره ها، خودشون در بیمارستان های اروپا درمان میشن. آیت الله هاشون، علامه هاشون، بزرگانشون از بهترین پزشکان بهره برداری، اما برای مردم بیچاره نسخه می نویسن که شما برید در فلان امامزاده در فلان شهر توسل بجویید از فلان امامزاده، او در پیش درگاه خداوند دعا بکنه فرزند شما شفا بگیره. حالا میرید شفا هم نمیگیره، میگی خب چی شد؟ دلت پاک نبود، نیتت صاف نبود. در نهایت میگن نه، حکمت خداوندی دیگه، حالا برای تحمل بکن.
کلاهبرداری های فکری است. و مردم اینا رو فهمیدن. چرا من نباید بیمه تأمین اجتماعی داشته باشم که از یک پزشک بهره برداری بکنم، فرزندم رو شفا بده، به داروخونه برم بهترین داروها رو بگیرم، به من نسخه چهار قول میدید و انیکات میدید و این داستان ها، اما خودتون در بهترین بیمارستان های لندن و هانوفر رو نمیدونم پیش دکتر نمیدونم سمیعی و شفیعی و این و اون درمان میشید. این تعجب برانگیزه. مردم سوال میپرسن، دانشجویی که وارد دروس زیست شناسی میشه میفهمه که این تبیین دین با آن چیزی که در طبیعت وجود داره همخوان نیست. خیلی از زیست شناسان بی خدا هستن. در بین علوم مختلف فیزیکدانان و زیست شناسان بالاترین درجه بی خدایی رو دارن. چرا؟ چون میبینن اون تبیین هایی که دین داره خیلی ساده است، اصلا اهمیت نداره، با عقلانیت تطبیق نمیکنه. طرف آمد شبی بلند شد با براق رفت معراج، هفت آسمان رو در نوردید رفت. خب درک مرد از کهکشان این بوده است که بله همین بالای نردبونی میذاریم و یه الاغ بالداری پیدا میکنیم و میریم تا بالا. خب این برای اون زمانش شاید برای کده هم قابل فهم نبود. یعنی زمانی کم که محمد این داستان رو تعریف کرد در خانه امهانی بود، امهانی خواهر علی. محمد پیش گفت بابا همچین داستانی برام پیش اومده، من شبانه رفتم سیر شبانه کردم بیت المقدس که داستان اسراء، یعنی سوره اسراء، یعنی سیر شبانه که در قرآن آمد. بعد از آنجا رفتم به عرش خداوند، هفت آسمان رو طی کردم و رفتم اون داستان. بعدم خب با شرح و بسط آورده، حالا من این توضیح خواهم داد چرا انقدر جزئیات در مسائل اسلامی و دینی وجود داره. آسمان اول فلانی رو دیدم، آسمان دوم فلانی رو دیدم، آسمان سوم فلانی، تا رسیدم به اون بالا. ام هانی به محمد گفت یا رسول الله اینو به کسی نگی. محمد آمد و اینو تعریف. خیلی از مسلمان ها دیگه گفتن این چی میگه، این دیگه واقعا اعتقادی که قابل پذیرش نیست واقعا. یه آقای آمد و از محمد حمایت کرد، گفت نه راست میگه، درست میگه. حالا اون آقا خودش کسا نرفته بود، آنقدر اخلاص داشت نسبت به پیامبر اسلام، گفت بله درست میگه ایشون. نام این آقا بود ابوبکر. پیامبر اسلام بهش گفت ابوبکر صدیق، ابوبکر راستگو. حالا اگه نگاه بکنی دروغگو بوده، اصلا خودش نگه نه اون چون شب اون رفته نه دیده هیچ، فقط چون علاقمند بوده به پیامبر اسلام گفته بله آقا من دیدم ایشون رفته، من تصدیق میکنم ایشون. حتی اون عرب 1400 سال قبل در صحرای حجاز هم نسبت به اینا تشکیک میکرد. ابو جهل که حالا مسلمان ها بهش میگه ابو جهل، اما بهش میگه ابوالحکم. یک روز آمد به محمد گفت آقا تو میگی تو قسمت حالا جهنم سنگ ها هم میسوزن، درسته؟ میگه بله. میگه خب درخت زقوم اونجا چیکار میکنه؟ درخت که نمیتونه تو آتیش سالم باشه که. اون آتیشی که تو میگی سنگ ها رو هم میسوزونه، خب این درخت هم میسوزونه. محمد جوابی نداشت بده. در برابر اون ابوالحکم یعنی عمرو ابن هشام مخزومی جواب نداشت بده، گفت ابو جهل. اینا سوال واضح پرسید، استدلال خواست. خب اون جهنمی که تو میگی چه شاخصایی داره؟ آتیشش سنگ میسوزونه اما درخت رو نمیسوزونه، اما ما که داریم میبینیم چوب میسوزه سنگ نمیسوزه. یا تو زیست شناسی نمیدانی یا تو مسائل فیزیکی رو نمیدانی. بعضی از عزیزانم دیدید من در بهش نمیدم اصل روان است و اینها. خب اصل برای اینکه روان باشه دمای خیلی بسیار بالایی رو میخواد، در اون دمای انسان چطور میخواد زندگی بکنه؟ اصلا کمی فکر بکنیم ببینیم آقا این گزاره ها برای چه انسان هایی آمده. واقعا یونس رفته چند روز تو شکم ماهی بوده، بعد آمده در زمان نوح کل زمین رفته زیر آب، یه دی حیوانات رو جمع کرده گذاشته تو کشتی. واقعا برای انسان امروز، حتی کودکان امروز، این داستان ها دیگه خیلی
خونکه، اونا دیگه اصلا اینا رو گذاشتن کنار، یه انیمیشن هم میخوان درست بکنن دیگه، بحث منطقی تره. حالا زمان ما بود اون نشان میداد اون یوگی و دوستان و اینا که کشتی ساخته بودن میرفتن در آسمان و اینا پرواز میکردن، یه موتوری داشت. شما با فیزیک، با پزشکی، با شیمی، این همه تعارض در کتاب قرآن میبینی، در روایت ها میبینی. از علی ابن ابی طالب سوال میکنه آقا این جزر و مد چیه؟ این آب بالا میاد پایین میره، خب دلیلش رو به ما بگو، شما امامی دیگه، پیامبر روایت داره دیگه، انا مدینه العلم علیون بابها، من شهر علمم، علی در اونه. بعد سوال میکنه از این آقا که آقا این جزر و مد چیه؟ گفت آقا یه فرشته ای هست متکفل امور دریاهاست، بهش میگن رومان، این پاشو وقتی میذاره تو آب، آب میره بالا، وقتی پاشو برمیداره آب میاد پایین. فکر کرد مثل همون لگنی که جلو پاش میذاره، پاشو میذاره تو آب میاد بالا، پاشو برمیداره آب میره پایین. هم در قرآن آمده، هم علی میگه، میگه آب باران از زیر عرش میاد، یعنی در زیر عرش خدا، یعنی اون بالاتر از طبقه هفتم. حالا شما اصلا آسمان طبقه نداری، بی نهایت کهکشان نیست که اصلا شما نمیتونید انتهاشو تشخیص بدید. هر روز هم در حال انبساط. زیر عرش خدا یک دریاچه ای هست، بعد خداوند اگه میخواد بارونی بفرسته میگه این آب برو، آب از طبقه اول، اینا همه در علل الشرایع آمده، یعنی علل الشرایع شیخ صدوق رو اگر بخوانید کاملا اینا آمده، آب باران از کجاست؟ دقیقا روایت علی بن ابی طالب، میگن زمانی که باران میآمد ایشان میرفت زیر باران، بهش میگفتن مولا بیا کنار به حال آب باران، گفت نه این آبیست که از زیر عرش میاد. خداوند وقتی قصد نزول باران رو داره، شما دیدی در قرآن هم آمده من السماء ماء، از آسمان یه آبی میفرسته که ابرها اون رو میگیرن بعد میارن در اون منطقه‌ای که خدا امر کرده، اونجا دیگه به شکل قطرات باران میریزنش، در حالی که این آب باران آبی است که از همین رودخانه ها، جنگل ها، دریاچه ها، جای دیگه تبخیر میشه، میره در بالا و بعد از سرد شدن دوباره بر زمین میریزه، از زیر عرش چیزی نمیاد. وقتی اینها رو تطبیق میدید میبینید بله نمیشه. آب منی انسان از کجاست؟ میگه از بین قفسه سینه و پشتشه، با علم پزشکی تطبیق نمیکنه، با علوم زیستی ما تطبیق نمیکنه. همین دلیلی که بسیاری از کسانی که مدرسه میرن، یه فیزیک خواندن، شیمی خواندن، زیست شناسی خواندن، ریاضیات رو خواندن، دیگه تحمل ندارن این چیزها رو بشنون. ربطی هم به جمهوری اسلامی و اینها نداره، با روشنگری، با علوم جدید مردم فهمیدن. یکی از مهمترین مسائلی که در زمان قاجاریه مشکل ایجاد کرده بود همین بود، مخالفت علما با مدارس. میرزا حسن رشدیه آمد برای ایران مدرسه بسازه، به هر حال علوم جدید رو بیاره. ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان گزارش میده اعتراض شیخ فضل الله نوری رو که آقا برای چی داری مدرسه ایجاد میکنی؟ این فیزیک و شیمی و زبان خارجه عقاید دانش آموزان رو سخیف و ضعیف نمیکنه، برای چی میخواین این کار رو بکنی؟ خب راست میگه شیخ فضل الله، میفهمید که آقا این همه مسائل حادی برای جهان اسلام ایجاد میکنه، برای علوم دینی ایجاد میکنه، ما نمیتونیم دیگه بیایم به راحتی در برابر یک فیزیکدان بیایم جهان رو تبیین کنیم، محیط پیرامون رو تبیین کنیم، اون نمیپذیره این چیزها. مخالفت اونها با کتب فلسفی در گذشته هم از قرون اول برای همین بود که فلسفه باعث میشه که انسان فکر کنه، بسنجه، به دنبال چون و چرا باشه. اما روحانیت نمیخواد شما چون و چرا بکنی، باید بپذیری تعبد، بندگی. حالا بعدا به مرور زمان فیزیک آمد، شیمی آمد، زیست شناسی آمد، خب اینا که نمیپذیرن، بگن چیکار میخوایم بکنیم، چطور جواب اینا رو بدیم؟
پس ربطی به جمهوری اسلامی نداره، به هیچ حکومت دینی هم نداره. اینا با رشد علم ایجاد شده، علتش رشد علم. همین بیماری کرونا دو سال جهان رو درگیر کرد. شما دیدید از حوزه علمیه با یک دعایی با یک جایی شفا پیدا کنن؟ حج رو تعطیل کردن، یعنی اون جایی که طبق قرآن بلد امینه، یعنی سرزمین امن و امانه، اونجا تعطیل کردن چون میدونستن این ویروسه قدرتش از خدا بیشتره. دوتا حاجی که کنار هم دارن میرن اونجا دیگه بلد امین نمیشه، بلد بلا میشه، این ویروس منتقل میشه. یکی بگه حاج آقا چطوری، تقبل اعمالکم، ویروس منتقل شده. حج رو تعطیل کرد، اماکن دینی رو تعطیل کرد. حالا یه عده نادان هم بودن که میگفت آقا تعطیل نکنید، باز باشه، اینجا ها امنه، ولی واقعیت اینا نیست. یه بیماری ساده نشان میده که این دعاها و نیایش ها و استغاثه به درگاه الهی کارایی نداره. اینا رو که برای قصص گذشتگان بوده، امروز باید برید واکسن تولید بکنید، بیماران رو با پیشگیری های مختلف درمان بکنید. این سرزمین سرزمین وحی، من ازش حفاظت میکنم نیست. مورد دیگر مسائل اجتماعی است، اخلاقی است که در درون جامعه است، باید و نباید ها. شما نگاه میکنید جامعه‌ای که در اون اخلاق دینی وجود داره، بایدها و نبایدهای دینی وجود داره، مردم به تنگنا اومدن. فرقی هم نمیکنه با جمهوری اسلامی باشه، در جهان مسیحی باشه، در جهان یهودی باشه، هر کجا باشه، چون این باید و نبایدها در درون اجتماع کارایی نداره و مردم اینو فهمیدن. فساد در بالاترین درجه است، جنایت در بالاترین درجه است، باید و نبایدهاش سبب تنگنای مردم شده، اجازه نداره مردم زندگی بکنن. خب طبیعیه مردم دیگه دین رو کنار میزنن. در گذشته اینطور نبود. شما برید در مدینه، در مکه، در جاهای دیگه 500 سال قبل اصلا به چشم نمیامد، چون ارزش های جدید وجود نداشت. امروز ارزش های جدید آمده، به جای حقوق الهیاتی حقوق بشر آمده، به جای باید و نباید های شرعی باید و نباید های شهروندی به وجود آمده، اجتماعی به وجود آمده. و مردم میسنجن، میبینن که نه، اون باید و نباید ها برای ما مناسب نیست، نمیتونه ما رو به جای هدایت بود، و خب در برابرش میستن دیگه، حاضر نیستن اون فرمانی که اون آقا میده بگن خب بله شما هرچی فرمودی ما هم قبول داریم، خداوند دستور داده، ما هم هرچی شما بفرمود. نه، همین دلیل بحث سکولاریسم امروز حتی در ایران هم مطرحه. حتی یک زن محجبه، حتی یک مرد دیندار هم گاهی سعی میکنه بگه بله بهتر دین بره در خانه ها بمونه، چون میدونه اون باید و نبایدهاش در جامعه فاجعه ایجاد میکنه، در حالی که دین همچین ادعایی نداره ها. اسلام یک دین کاملا سیاسی است، ریز و درشت زندگی شما رو میگه من زیر نظر دارم. و امروز با گسترش علم دانش باید و نبایدهای مختلف فهمیدیم غلط. در علوم اقتصادی بگیرید، در بحث اخلاق بگیرید، در قوانین بگیرید، هر کجا پای دین آمده مشکلات ایجاد شد و مردم نتوانستن نفس بکشن. دیگری مشکل معرفتی است که من در گذشته عرض کردم، انبیای آمدن با توجه به محیط محدود خودشون حکم میدادن، بعدم گفتن خدا داده ما ماوریم به شما ابلاغ میکنیم، اما بعدا دیدن نه آقا، چه خدا داده چه نداده باشه، جوامع سیالن، ارزش ها سیالن، نقش ها تطور و تحول پیدا میکنن، دیگه ما قرار نیست با اون سبک زندگی ابوذر غفاری زندگی بکنیم، مثل زن محمد ابن مسلمه باشیم، نه. و این مشکل معرفتی به حوزه های مختلف کشیده شد و خطاهای اون مشخص شد. دیگری عقلانیت گفتاری است. شما به کتاب دینی نگاه میکنید، به اندیشه های دینی نگاه میکنید، کلمات مبهم، پیچیده، غامض، و بعد از دل اون گروه های مختلف بیرون میاد. همین امروز شما نواندیش دینی دارید، داعش دارید، جمهوری اسلامی دارید، یه گروه دیگری دارید، هر کدوم هم معتقدن ما حقیم، هر کدوم هم استناد میکنن به قرآن. خب همین رو وقتی مردم میبینن میگن آقا این سند اختلافه، سند اتحاد نیست. هر کسی از درون اون برای خودش یک سند حقانیت بیرون میکشه، خب این یعنی مناقشه برانگیزه، اختلاف برانگیزه، بهتره کنار بذاریمش.
زکریای رازی به همین دلیل صحبت بر سر کتاب های دینی بود، نقض الادیان و مخارق الانبیای او، که آقا این کتاب های دینی سبب جنگ شده، سبب نزاع شده، هر کسی هم میگه حق با منه. وقتی مردم نگاه میکنن میگن خب حق با کیست، و وقتی دینی با یک سندی آمده که اهدنا الصراط المستقیم، اما میبینیم همه با هم درگیرن، هیچ کدوم راه حقیقت رو ندیدن، با هم در حال جنگن، و تازه طبق همان اسناد و کتابهای خودشون هم آدم هم میکشن. یعنی میگن ما که حقیم، منحصر به منم هست، از دل اون کلمات مبهم و غامض و پیچیده یه چیزی واسه خودشون در میارن، بعد هم میگن من حق دارم گردن تو رو هم بزنم. تازه و وقتی مردم خشونت رو میبینن دیگه طبیعیه هیچ انگیزی نداشته باشن. حالا بگید خدا گفته، اون طرفی که بودم خدا هم گفته باشه برای من اهمیت نداره. در نهایت رفتار حاکمانه، مؤمنانه، متولیان، همون چیزی که در جمهوری اسلامی الان دارید میبینید. بنابراین علل افول دین فقط این نیست که حاکمان هستن، بله حاکمان اونا رو اجرا میکنن، مردم متوجه میشن، اما همه گزاره های دینی فقط بحثای رفتاری نیست، رفتارهای منطقی، علمی، گفتاری، اجتماعی، ریاضیاتی، همه اینها تحلیلی، منطقی، همه رو نقش داره. بنابراین نباید ساده نگاه کرد، و در این راه اندیشمندان و متفکران نقش داشتن که به مسلمانان و مردم نشان بدن دلیل عقب ماندگی شما چیست و راه برون رفت از این وضعیت چیست. هرچند من قصد داشتم به بحث قرینب و شهربانو هم بپردازیم، ولی نشد با توجه به این توضیحاتی که به نظر منم نیاز بود که بدانیم چرا امروز دین در درون جامعه ما افول کرده. این بحث قرینب و شهربانو رو برای جلسه دیگر خواهیم گذاشت. سپاسگزارم از تلویزیون پارس جام شهرتی عزیز، تا فرصتی دیگر که در خدمت شما باشیم، بدرود.